به نام خداوند بخشاینده مهربان، به یاری الله پاک، جلسه هفتم مضمون سیاست و حکومت در خاورمیانه را آغاز میکنیم. در جلسه ششم در نظام منطقه‌ای خاورمیانه مسائل مربوط به سیاست و حکومت را در کویت، سوریه، اردن، قطر، امارات متحده عربی به بحث گرفتیم و ایهارش ما از شمار کشورهایی که در خاورمیانه وجود دارند به نام جهان عرب شناخته بودیم، در موردشان بحث کردیم و حالا در نظام منطقه خاورمیانه چند کشور دیگری را که به جهان عرب تعلق دارند مانند مصر، بحرین، لبنان و الجزایر را از نظر می گذارم. در مرحله اول در اینجا بحرین می بینیم. بحرین کلمه عربی است و به معنای دو بحر، دو دریا می باشد و این کشور یک کشور کوچک است، یک شیخ نشین کوچک است و نظامش هم پادشاهی هست، در خلیج فارس قرار دارد. و متشکل از جزایر تقریبا بیشتر از 30 جزیره خرد و کوچک در خلیج فارس می باشد. بزرگترین اینها مناما است که مرکز این شیخ نشین و حساب بیه. مساحت این شیخ نشین یا این کشور بحرین در حدود 706 کیلومتر مربع است. جمعیتش هم در جولای 2020 طبق تخمینایی که صورت گرفته به 1,505,003 نفر میرسه. البته از لحاظ که این مساحت هم که با این کوچکی هست تقریبا از 706 کیلومتر مربع 400 کیلومتر مربع از او و بیابان ها تشکیل میده. و چیزی که در اینجا زیاد معروف است و مشهور است نخل است، خرما هست، یعنی جزیره ای که با 1,000,000 خرما شهرت پیدا کرده و حالیم شاید بیشتر باشه. و شهرهای مهمش هم سه جزیره دیگه است که یک مناما است و معرق است و ستره است. و مناما هم پایتخت این کشور به شمار میاد، یا این جزیره به شمار میاد. قریه هاش هم قدر از یک دیگر دور نیست چون کشور کوچک است، ولی من قریه هاش هم با یک دیگر نزدیک می باشم. و گروه های نژادی که در این کشور هست، بحرینی بومی اصلی 46% است از این نفوسی که موجود است و 45.5% نژادهای آسیایی هستند و در حدود 5% عرب و بعضی قوم دیگری که فیصدیشان بسیار کم می باشد. احزاب سیاسی هم در این کشور احزاب سیاسی چپ هستند و لیبرال هستند و احزاب مذهبی هم با فعالیت دارند و فعالیت احزاب البته چندان مثل دیگر کشورها که احزاب در اونجا نقش اساسی در حکومت دارند یا دیگه دارند، در اینجا با
او شکل نمی باشد. از قرن 16 هم به این طرف می بینیم که اروپایی ها به اینجا آمدن و این منطقه شهر نشین مورد تخت و تاز خودشان قرار دادن. در ابتدا اروپایی های مانند پرتغالی ها در اینجا آمدن بحرین اشغال کردن. بعد از اون امپراتوری های ترک هم اونا را اروپایی ها را بیرون کردن و بحرین در تصرف خودشان در آوردن. اما در سال 1783 است که قبیله آل خلیفه که در اون زمان احمد الفاتح داشت و نام داشت و آمد بحرین فتح کرد و قبیله از او تا امروز در این شیخ نشین حاکمیت دارد. یعنی امروز هم حکومت در قبیله آل خلیفه است و حکومت کشور را بدبوش داره و حاکمیتش هم باقوده داره. صفوی های ایرانی و عمانی ها هم به این منطقه تخت تازه هایی داشتن، در تصرف خودشان داشتن. این هم یاره خلاصه بر آل خلیفه وقتی که این منطقه را به تصرف خودش در آورد، برای حفظ این منطقه نیازی داشت که متحدی داشته باشه یا کسی دیگری ازی باشه که جلوی متجاوزین بگیرن. به همین خاطر که اینا با انگلیس ها که در اینجا آمدن با انگلیس ها قراردادهایی را بستن، تعهداتی را با انگلیس ها آل خلیفه عقد نمود و امضا کرد که باعث ماندن قدرت در دست خاندان باشد. مثلا قراردادهایی که با انگلیس در سالهای 1820 و 1861 و 1880 و بعد هم دیگر قراردادهای دیگری بود که بحرین در تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. انگلیس هم مانند سایر شهر نشینی های دیگری یا مناطق دیگری تحت قیمومیت خود، هدف آلشامی بود که این مناطق و بدون اجازه انگلیس با بیرونی ها یا خارجی ها روابطی نداشته باشند، سرزمینشان را در اختیار از اونا قرار ندن و در تصرف انگلیس باشن و انگلیس از اینها استفاده های نظامی و اقتصادی و سیاسی میکرد. در برابر ها خاندان های حاکم به این فکر بودن که انگلیس یکی از قدرت های بزرگ هست و می توانند با داشتن پیمان امنیتی با آنها حاکمیت در خانواده خودشان تحکیم کنند و مطمئن بسازند و تثبیت بکنند. به همین ترتیب بحرین هم در تحت قیمومیت انگلیس در آمد. هرچند امریکایی ها هم سال 1932 وقتی که صنعت نفت توسعه پیدا میکنه روابطشان با بحرین با وجود میایه و در سال 1948 هم مرکز فرماندهی کشتی های امریکایی در خلیج فارس در همین جا میباشه و تا سال 2001 که واقعی 11 سپتامبر هست روابطی از این واشنگتن و منامه بسیار مستحکم می شود و بحرین امریکا یکی از متحدان استراتژیک خودش در منطقه به حساب می آورد.
رابطش با انگلیس ها البته از قرن 17 به بعد، از زمانی که تحت قیمومیت انگلیس بود تا امروز ادامه داره و حتی امروز هم در سیاست تعیین سیاست بحرین انگلیس ها نقش دارن و از مشاورین انگلیسی هم استفاده میشه. قبلا اشاره کردیم که در اینجا احزاب سیاسی هست که یک تعداد احزاب خود لیبرال میدانن و یک تعدادش هم چپی هستن و یک تعدادش هم بعثی هستن. در بحرین مذاهب شیعه و سنی هم از خود احزاب خود دارن. حالا بر کشور مصر میگذاریم و میبینیم که حکومت و سیاست در مصر که هم یکی از کشورهای شمال افریقا هست ولی جز کشورهای عربی منطقه به حساب می آید، حکومت و سیاست در مصر به طور مختصر مورد بحث قرار می دهیم. قبل از اینکه وارد بحث مصر شویم، بحرین در خلیج فارس در یک منطقه نفتی واقع است اما ثروت نداره، یعنی به این معنا که نفتی بیشتری نداره. اقتصادش غالبا با کمک های کشورهای دیگری مثل عربستان یا دیگر ها هست و همین قسم به کارخانجات پالایش نفت است که این نفت خام از کشورهای همسایه وارد میکنه و اینجا پالایش میشه و اقتصاد شیخ نشین کشور کوچک به امی عواید متکی هست. مثال در آخرین قسمت شمال شرقی قاره آسیا واقع است و از این لحاظ یک موقعیت ژئوپلیتیک داره و همین قسم چنانچه که در نقشه میبینین کانال سوئیس که در مصر واقع هست به این کشور اهمیت بیشتری استراتژی ژئوپلیتیکی داده و مصر در سال 1924 از استعمار بریتانیا نجات پیدا کرد و به استقلال رسید و تا زمان 1924 یکی از مستعمرات بریتانیا بود. البته بعد از نجات از استعمار بریتانیا و رسیدن به استقلال، نظام پادشاهی در کشور حکم برقرار شد که از 1924 تا 1952 ادامه پیدا کرد تا اینکه در یک کودتا توسط نظامی ها سرنگون می شود و جمال عبدالناصر حکومت به دست میگیرد و تا سال 1971 به قدرت می باشد و بعد از او انور السادات تا وقتی کشته می شود در سال 1981 جای جمال ناصر به عنوان رئیس جمهور می گیره و بعد از او حسنی مبارک تا یه اواخر هم بود و داد که سیستمی در مصر انتخابات هم برگزار می شه و تغییر می کنه. جمعیت مصر در سال 2020 با 102,334,404 نفر میرسه. زبان مردم مصر امروز زبان عربی است که عربی مصری هم میگویند را و در گذشته مخصوصا تا قرن 17 در زبانهای بومی گذشته هم تکلم میشد. حدود اربعه مصر قسمی که در نقشه میبینیم که یکی از کشورهای شمال شرقی افریقا هست که با لیبی سودان همسایه است و طرف شمالش دریای مدیترانه است. شبه جزیره سینا و اسرائیل هم با مصر سرحد داره و غزه هم نوار غزه هم
که در فلسطین است، با فلسطین هم مرز است، نوار غزه بین مصر و فلسطین می باشد. یعنی مرزی زمینی هم دارد. مصر یک کشور بسیار قدیمی و دارای یک فرهنگ قدیم است، یکی از کشورهای قدیم جهان و یکی از تمدن‌های قدیم جهان در اینجا هست که اعجاب میکنه که در مورد مصر مطالعات عمیق و بیشتر و وقت بیشتر صورت بگیره. اما با وجود از او هم میبینیم که ساختارهای سیاسی و نهادهای حکومتی جدید در اینجا مثل سایر کشورهای دیگر از قوای مجریه، یعنی قوای قضاییه و قوای قانونیه تشکیل شده، تفکیک قوا در اینجا هم موجود هست، ولی تفاوت‌های وجود دارد. در مصر قوای مجریه چنین معلوم می شود که دو تا رئیس داره، یک رئیس دولت است که و یک دیگر رئیس حکومت و یا رئیس کابینه است. ریاست دولت رئیس جمهور بدوش داره و ریاست حکومت نخست وزیر یا صدر اعظم بدوش داره. قانون اساسی اختیارات و وظایف را در برای هر یکی از این در نظر گرفته، اما رئیس جمهور اختیارات بیشتر قانونی دارد. مثلا رئیس جمهور میتونه نخست وزیر را، کابینه را برطرف کنه. تمام قدرت قانونی داره کابینه را برطرف کنه، رئیس جمهور را برطرف کنه، معاونینش را برطرف کنه، یک فرمان صادر میکنه و نخست وزیر یا معاون وزیر یا سایر وزیرهای دیگه عزل و یا نصب میشه یا مقرر میشه. لحاظا در اینجا میبینیم که در مصر نقش رئیس جمهور بیشتر است و زیادتر است. اما قانون اساسی مصر که انتخابات صورت گرفت و در بین در اواخر تعداد زیاد نامزدها در انتخابات شرکت کردن یا حصه گرفتن در انتخابات اخیری که مبارک صورت داد، قبل از این رئیس جمهور در انتخابات فقط کسی کاندید می شد که نامزد کاندید می شد که مجلس او را کاندیدا کنه. نامزد کاندیدا از مجلس اول می رو و بعد به مردم تعیین می شد. اما در این اواخر تانیستن این شد که با مردم بدون از اینکه مجلس نامزد کنه نامزد می شود و مردم با رای می دهند. چنانچه که در آخرین دوره ای که مبارک چند دوره ریاست جمهوری را کاندید بود و رئیس جمهور بود، در آخر دورش چند نامزد رقابت داشت که این نامزد ها هم شکلی طبعا در چنین کشورهای شکل ساختگی را می داشته باشه و با اکثریت بسیار قاطی، با وجود که تعداد کمی مردم در انتخابات اشتراک کرده بود، یعنی از حدود 23% بیشتر نبود، ولی 88%ش رئیس منتخب یا مبارک با دوست آورد. به هر صورت در برابرش نامزدهای دیگری هم وجود داشت. قوای مقننه یکی از قوتهای دیگری، یکی از پایه ها یا رکن دیگری حکومت ایجاد، این عبارت از دو مجلس می باشه. مجلس شعب است که 444 نفر کم زیاد در اینجا با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و 10 نفر هم از طریق رئیس جمهور منصوب می شود. وظیفه این مجلس هم است که قانون تصویب می کنه، مصوبه می کنه و تصویب می کنه. قانون گذاری مثل سایر کشورهای دیگه وظیفه قوای مقننه است. و مجلس دیگه مجلس مشورتی هست که از او هم 2/3 از او برای مستقیم مردم و 1/3 توسط رئیس جمهور معرفی می شود. کارش هم وظیفه‌ش هم مشورت دادن است و در
قانون گذاری هم حصه میگیره. مجلس اولی یا مجلس شب قانونگذاری را با عهده داره و مجلس دومی مجلس مشورتی است، ولی در هر دو مجلس رئیس جمهور اختیارات بیشتری داره و اینا تابع رئیس جمهور هستند. یعنی عملا در مصر دیده شده که قوه مقننه در اختیار قوه مجریه یا قرار داره، یا قوه مجریه بر قوه مقننه تسلط داره، مثل که در بسیاری کشورهای دموکراسی چنین کاری صورت نمیگیره. ولی یک انتخاباتی را که اینجا فرصت است و باید گفته شود، در مصر هم مانند سایر کشورهای استبدادی یا اون جایی که نظامی ها در اونجا حاکم هستند، انتخابات نتایجش تا زمانی مورد پذیرش است که به نفع حزب حاکم یا به نفع قدرت هایی باشه که در اونجا نمیخوان قدرتشان از دست بتن، یا به اصطلاح به نظامی ها که اکثرا وابسته به خارج هستند در اونجا میباشه. حتی در انتخاباتی که در سال 2006 هم صورت گرفت، در اون انتخابات احزاب دیگری مثل اخوان المسلمین که کرسی ها را به وجود 88 کرسی را گرفتن، بیشتر را گرفتن، و بعد در انتخابات اخیر که مرسی از حزب اخوان المسلمین به پیروزی رسید، بعد از یک سال توطئه های را توسط وزیر دفاع السیسی که امروز حاکم است صورت گرفت، و هم به کمک امریکایی ها، و بالاخره حکومت منتخب مردم ساقط کردند، در حالی که مظاهرات شهرها را گرفته بود و مظاهرات اینها سرکوب کردند، خون مردم مصر را ریزاندند و قدرت قانونی را و قدرتی را که مردم مصر خواسته بود، حکومتی را که مردم مصر خواسته بود، او را سرنگون کردن و مرسی را که رئیس جمهور منتخب مردم بود به بهانه های یا به اشاره های یا به کمک های غالبا امریکایی ها اینها به زندان کشاندن و در زندان او را شهید ساختن و با شهادت از او پایه های خودشان را محکم کردن، و هنوز هم بیم حکومت فعلی از مردمش هست. این قانون گریزی و ایرا تحمل کردن نمیتونن و هر وقت باشه از اینها انتقامی از ایرا میگیرن، هرچند سیسی خود کاندید کرد و از طریق قانون انتخابات رئیس جمهوری را گرفت و خود رئیس جمهور ساخته، ولی مردم مصر به این باور ندارن. و در قانون مصر چون رئیس جمهور در رأس شورای عالی قرار داره، همون قسمی که قوای مقننه را تحت تسلط خود داره، قوای قضاییه را هم در تصرف خود داره، هرچند قوای قضاییه از لحاظ قانون مستقل است. و احزاب سیاسی که در مصر است طبق قانون اساسی مصر، چون کشوری اگر نظامش لایق بوده و به از مردم مصر مردم مسلمان هستن و مردم متدین هم هستن، از این میترسیدن، لحاظا احزاب غیر دینی را اجازه فعالیت میدادن، اما احزاب به نام دین اجازه فعالیت نمیدادن. اگر احزاب به نام دین و زیر پرچم دین در سیاست فعالیت کنند، از قبل دامن حکومت های لایق چیده می شد یا شخصیت های لایق از بین می رفتند، چون در مصر طرفداری ندارم. ولی با وجود از این هم احزابی که مشهور به دینی بودند مانند اخوان المسلمین توانستند در این مردم را به دوست بیارند، ولی توسط قوت های نظامی از ساقط شدن و نگذاشتن که حکومت بکنم.
و این احزاب اسلامی همیشه دولت های سکولار مصر با مشکل مواجه کرده، با چالش در اینجا هست. خب البته در مورد مصر صحبت باید بسیار زیاد باشه و مصر یک کشور بسیار مهم در کشورهای جهان عرب در منطقه هستند. نظامشان هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ علمی هم مصر یک سرزمینی است که مراجع مثل الازهر و دیگر کوانتون های معروف دنیا مخصوص در اینجا معروف هست در دنیا در اینجا وجود دارد. خب در پایان جلسه هفتم یک تحلیلی از قانون اساسی مصر که در سال 2013 توسط تعداد کسایی صورت گرفتن تحلیل و تجزیه شده و او را متنش ما در آخر درس با شما میگذاریم و محصلین عزیزی را بخوانین و نقاطی که قابل نقد است، خوب است یا ناخوب است او را برملا کنین. هر یکی شما نظر خود و برداشت خود از او بسیار خلاصه و به عنوان سمینار خود ترتیب بکنین که انشالله شما در پایان درس و او متن ما گذاشتیم، پی دی اف شما گذاشتیم، شما خوانده و برداشت خود از او بنماین و برتان مفیدم هست انشاءالله.